سوالی که پرسیدن این بوده که با استفاده از تکنیک های کاربردی زبان بدن حقیقت رو چطوری میتونیم از دروغ تشخیص بدیم ببینید خیلی از انسان ها وقتی به دنبال فریب یه شخصی هستن در حقیقت پشت حرفها خیلی چیزها رو مخفی میکنن در ظاهر از کلمه های استفاده میکنن که نیت اصلیشون رو پنهون میکنه اما اگر با علم زبان بدن آشنا باشید یا همون تن گفتار میتونید به سادگی نیت واقعی این دست از افراد رو درک کنید انسان ها حتی وقتی حال خوبی هم ندارن سعی میکنن با لبخند تصنعی دروغکی به قول معروف احساس واقعیشون رو پنهون کنن با این حال تشخیص یه لبخند مصنوعی با در نظر گرفتن بخش دیگه بدن مثل حالت چشم ها یا حالت ابروها ها خیلی آسون هست این نکته رو اول بگم که در حقیقت در هنگام ارتباط با دیگران بدن ما یه سری حالت هایی رو از خودش نشون میده که شاید چندان ما به اون توجه نمی کنیم و یه جورایی ناخداگاه هست مثلا وقتی که ما ناراحت هستیم شونه رو کمی بالا قوز میکنیم یا اگه در حال قدم زدن هستیم سرمون رو به صورت پایین یعنی میندازیم پایین وقتی که ممکنه از روی هیجان و استرس تند راه بریم یا با نفس های عمیق ناراحتی خودمون رو پنهان کنیم نشون دهنده این هستش که بله ما هم نمیدونم بگم ناخداگاه ولی یه سری رفتارمون واقعا شبیه هم دیگه است و این رو هم خیلی مهمه که شناخت حالت بدن تو تعاملات انسانی کمک زیادی به ما میکنه مخصوصا در مواقعی که طرف مقابل نتونه به راحتی خواسته و نیت خودش رو با کلام به ما نشون بده از همه بدتر زمانی هستش که شخصی به خود با دروغ چیزی رو از ما پنهون کنه کسی که دروغ میگه از برقراری تماس چشم خودداری میکنه یا ممکنه خیلی تند پلک بزنه در واقع هیچ دروغ و گوی شهامت اینکه تو چشمای طرف خیره بشه رو نداره